إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحیم بهین الحمد الحمدلله رب العالمین و و السلام علی سید المرسلین سیدنا و محمد و علی اله و صحبه اجمعین بارزه سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم امیدوارم که باز هم بتونیم در مسیر یادگیری بیشتر مفاهیم قرآن کریم و گذراندن و سپری کردن وقت در سایه کلام الهی موفق باشیم سوره ای که در این برنامه مد نظرمون هست دنباله آیات اول سوره علق هست که در جلسه قبل یا برنامه قبل خدمتتون پنج آیه اول این سوره تقدیم شد و در ارتباط با تاریخ نزول این آیات پنجگانه که مرتبط با اولین لحظات تجربه وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و نور هدایت الهی به بشریت به عنوان ختم نبوت تلقی میشه صحبت هایی رو کردیم که در ادامه این آیات انشالله بقیه مفاهیم این سوره رو خواهیم پرداخت آیه گفتیم تا آیه پنج مرتبط هست با اولین مرحله رسالتی که به عنوان ختم نبوت ما ازش یاد میکنیم و به عنوان آخرین هدایت برای بشریت ازش یاد میکنیم در این ابتدا مفاهیمی رو برامون الله متعال به ثبت رسون تا اون مفاهیم رو همیشه در ذهن خودمون داشته باشیم ربوبیت الله متعال رو خالق بودن اون رو در در این جهانی که جهان پهناور هستی که یک تای بی همتا هست و حقیقتی که ما از اون آفریده شدیم از به اون بخش هم بخش وابستگیمون رو اشاره میکنه گفتیم علق معلق بودن پدیده هست که این یک نوع ارتباط و وابستگی دائم و ثابت رو در وجود انسان میطلبه که این وابستگی رو ما به عنوان خط اتصال به وحی و به نور الهی میتونیم تعریف کنیم این وابستگی و این ارتباط از طریق وحی صورت میشه میگیره و این وحی هم علمی رو به ما آموزش میده که این علم به وسیله قلم ثبت و ذات میشه علمی که علم الانسان ما لم یعلم اون چه که انسان ازش آگاهی نداشت و نداره رو الله متعال بهش آگاهی میده بخش دوم این آیه اه میاد اه به طور مختصر یکی از بزرگترین آسیب هایی که برای انسان یا در مسیر زندگی انسان در نتیجه وجود این نعمت علم و آموزش میتونه وجود داشته باشه رو قرآن کریم به انسان معرفی میکنه گفتیم که علم آگاهی و دانشی که انسان میتونه خودش با تجربه به دست بیاره و میتونه تجربه خودش رو به دیگران منتقل بکنه از نسل های قبل تا نسل های بعد این تجربه ها و این علوم میتونه مدام ثابت در اختیار اقوام مختلف قرار بگیره و بدین وسیله تسلط و امکانات و رفاه و آسایششون در این زمین وسیتر و بیشتر بشه همه اینها میتونه در این حال که برای انسان نعمتی هست برای انسان منزلتی هست برای انسان کرامتی هست رب اکرم کریم رب اکرم بر انسان انسان رو تکریم کرده با این نعمت عظیمی که هیچ موجودی غیر از انسان از این نعمت برخوردار نیست همه این موجودات در یک محدوده پایین تر از محدوده،, محدوده, وسیعی که انسان داره زندگی سپری میکنه زندگی میکنن با این وجود میبینیم که نکت آسیبی که در این میان وجود داره که کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا این بخش دوم این سوره هست که اگرچه بخش دوم سوره نظر نزول و تاریخ نزول آیات بعد از نزدیک به سه سال نازل میشه ولی گفتیم که شن نزول آیات مرتبط با اتفاقاتی هست که در اون اسنا آیات نازل میشه اما ترتیب و نظم قرآنی رابطه ای هست بین نسی که کلام الهی باشه که به وسیله جبریل این تعیین و ترتیب به پیامبر القاء میشه و این وحی الهی است و با اراده پروردگار متعال محقق میشه در نتیجه اونچه که به عنوان شعن نزول آیات در زمینه های مختلف داریم تفکیک کننده آیات در واقع نیست سوره یک نوع شمولیت و یک نوع رابطه هماهنگی بین عناصر خودش داره که این هماهنگی از اون یک هیکل مستقلی رو میسازه که ما سوره ها رو به طور مستقل باش آشنا هستیم سوره های کوتاهی هست و سوره های متوسطی و سوره های طولانی که در اول بخش اول قرآن یا در قرآن وجود داره در مجموع اونچه که در اینجا مد نظرمون هست اینه که ربط بین این مقاطع سوره ها یا بین این بخش های مختلف سوره ها یک ربط رابطه بسیار دقیق و لطیف و ظریفی هست که الله علیم و حکیم قرآنی که نازل کرده با وصف حکیم اون رو قرآن حکیم اون رو برامون معرفی کرده در نتیجه بخش اول سوره که نعمت پروردگار رو آغازگر نعمت پروردگار هست در ارتباط با هدایت بشر و بزرگترین نعمت بحث قرائت هست و خواندن هست و نوشتن هست و آموزش هست که الله متعال این توان رو در انسان داده به وسیله نوشتار و وسایل آموزشی با وجود همه اینها با وجود تمام این امکاناتی که انسان به دست میاره ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا کلا حرف هست و اکثر اهل لغت این رو به عنوان حرف ردع و زجر میدونن رد یعنی چیزی رو انکار کردن رد کردن و زجر یعنی چیزی رو به همین صورت دور نگه داشتن یا دور کردن این دو این واژه در واقع لزومی نداره که ما قبلش رو بخواد رد بکنه بلکه یک واقعیتی رو میخواد بیان بکنه به خاطر این خیلی از مفسرین یا خیلی از اهل لغت بر این باورن که این معنای یقینا هم میاد به معنای یعنی یعنی آگاه باشید هم میاد بر حال بحث زبان شناختیش جای خودش رو داره ولی اون چی که در اینجا مهم هست اینه که با وجود همه این حقایقی که در انسان وجود داره و مقامی که و امکانات و تکریم الهی ان الانسان لیتقا این انسان حتما تغیان میکنه تغیان می... گر هست از حد تجاوز میکنه چطوری ان رآه استغنا به خاطر اینکه وقتی که خودش رو میبینه که مستغنی شده استغ... وقتی که خودش رو رآه این زمین رو برمیگرده به خود انسان یعنی هر فردی خودش رو میبینه که مستغنی هست بی نیاز هست گفتیم که انسان ها الله مطال انسان رو از ضعف خلق کرده آفریده آفرینش انسان از یک اسپرم ناچیزی هست که حتی با چشم هم قابل رؤیت نیست این اسپرم ناچیز در شکل یک قطره معلق خونی در رحم مادر تغذیه مستمر میکنه اون هم در زیر نظامی که الله متعال براش قرار داره تا اینکه حیاتش مستمر بمونه و رشد بکنه با این ضعفش به توانمندی های مختلف تبدیل میشه یک انسان کاملی میشه و متولد میشه ولی انسان کاملی هم شد باز هم ضعیف است در ضعف همه جانبه ای قرار داره که این ضعف این ضعف به طور تدریجی برطرف میشه راه رفتن یاد میگیره سخن گفتن یاد میگیره تجربه های رفتار اجتماعی دیگر رو به دست میاره در زمینه اطراف و هستی معلومات و علم اضافی میگیره و در نتیجه بیشتر میتونه از امکاناتی که الله متعال براش ایجاد کرده بهره بگیره همین انسان به زیر سلطه و توانش امکانات وسیعی میاد قدرت میاد مال میاد سلطه میاد حکومت میاد و همین انسان میشه انسان توغیانگر تقیانگری در هر در هر عرصه ای که امکانات در دست انسان قرار بگیره میتونه نمود پیدا بکنه لزومی نداره که حتما یک سیاستمدار حاکم باشه که تقیانگر باشه میتونه یک دانشمند یک پزشک یک مهندس هم تقیانگر باشه وقتی که حق و حقوق مردم رو ضایع بکنه و از علمی که داره سوی استفاده بکنه میتونه حتی یک کارگر هم تقیانگر باشه وقتی که از کار و عمل کرده خودش با امانت اعمال وظیفه نمیکنه بر حال مهم اینجاست که وقتی که انسان مستغنی شد یعنی توان گرفت امکانات گرفت این رو فراموش می‌کنه که چی بود و چی هست و از کجا به دست آورد کی بهش داد تقیانگر میشه ان الی ربک رجع واقعیت اینجاست که بازگشت همه به سمت پروردگار تو هست ان الی ربک رجعا رجعت بازگشت به سمت پروردگار تو هست همه در یک گرده ای داریم حرکت میکنیم که این حرکت آغازش با امر الهی است و انتهایش هم باز با امر الهی است زیر نظر پروردگار متعال هست با زیر نظام او هست با نظارت او هست با شهادت و سلطه و حاکمیت او هست و به او هم منتهی میشیم. یعنی اینکه از خواسته و از اراده و از امر و از حکم او بیرون نیستیم همون انسانی که از ضعف آفریده شد دوباره به ضعف برمیگرده و همون توانمندی هایی که الله متعال بهش داد همون توانمندی ها رو به کسان دیگه منتقل میکنه چه بسا انسان هایی بودن که امکانات مختلف مادی و معنوی داشتن رها کردن ازشون گرفته شد سلب شد و به کسان دیگر محول شد حال مهم اینجاست که همه اینها همه این افراد یک سلسله مراتبی رو دارن و این مسیر رو طی میکنن و ما هم در این مسیر مستثنا نیستیم رفت برگشت ما همه ای ما به سوی الله هست همه اون میدونی که داریم میایم و داریم میریم همه میان و همه میرن از کجا اومدن خب معلوم هست که هیچ کسی خودش رو نیافریده آفریدگاری هست هیچ کسی خودش رو ایجاد نکرده و هیچ کسی نمیتونه خودش رو بگه من در ایجاد خودم در کنترل خودم در وجود خودم نقش داشتن نه در ابتدا آغاز وجود نه در امتداد وجود و تدریجی که در رشد وجودی انسان پدید میاد انتها هم به همین صورت مسیر رو ما نیستیم تعیین بکنیم که بمیریم یا نمیریم بالاخره باید مرد بالاخره ضعیف میشیم بالاخره پیر میشیم و بالاخره همه میمیرن این خ... سیر در نظام ثبت شده هست تنها چیزی که ما میتونیم در اون مقداری در حدی دخل تصرف داشته باشیم این هست که امکاناتی که ما داده شد رو اگر استفاده بهی نکنیم نتیجه خوبی رو به دست میاریم اگر استفاده غلط بکنیم نتیجه بدی رو دست میاریم اگر چیز مفیدی رو بخوریم فایده شو میگیریم اگر چیز مضر رو بخوریم آسیب خواهیم دید تنها امری که در این نظام وجود داره در حدود توان و قدرت بشر هست همین هست و الا مسیر یک مسیر هست همه اومدیم با امر موجود دیگر و میریم هم با امر موجود دیگری کسی در نقشی در نه در آمدن داره نه در رفتن داره الان در این میان این بخش اساس شد پایه شد وقتی که انسان طغیان میکنه این طغیانگر چه سلوکی خودش خودشون میده نمونه شو ببینین اره ایت الذی ینها عبدا اذا صلا استغنای مالی پیدا کرد سلطه اجتماعی داره البته آیات تنزوری در مورد ابو جهل هست و عمل کرد ابو جهل و تعهدی که در قبال قریش اعلان کرد که دوباره اگر من ببینن که محمد صلی الله علیه و بر زمین سر میذاره و در البته واجه نماز و عبادت رو براش مفهوم نبود و سرش خاک میواله من قدم خودم روی, روی, سرش خواهم روی گردنش خواهم نهاد که این کار رو میخوا اراده کرد که انجام بده که الله متعال در جلوش خندقی از آتشی ظاهر میکنه که جرأت نمیکنه پیش بره حال این قدرت و توان ازش سلب میشه میگه داره من میکنه نحی میکنه از چه چیزی عبدا اذا صلا بنده ای رو که داره نماز میخونه دقت کنید ما همیشه اینو میخونیم در این باب که ارا ایت الذین ها عبدا اذا صلا ببینید اون کسی که بنده ای رو که داره نماز میخونه اون رو مانع میشه به تو چه داره داره طرف عبادت پروردگار خودش رو میکنه چرا تقیانگری به این حد برسه که یک فرد یک عبادت فردی رو هم نتونه انجام بده چرا اینقدر انسان برای منافع و مساله خودش حتی نخواد که یک نفر به طور ذاتی و شخصی عبادت و اطاعت رب زلجلال رو انجام بده شاید با نگاهی داشته باشیم فقط تاریخی به قصه ابو و عملکرد ابو جال، ولی واقعیت اینجاست که هر سلطگری که هر سلطگری که بخواهد در سلطه خودش مردم رو به عبودیت و تعظیم خود در بیاره مانعی میشه که اینا خالصانه در مقابل الله و خالصانه با الله متعال ارتباط بگیرن میخواد خودش در باشه هر سلطگری که حیثیت خودش رو فکر و اندیشه خودش رو سلطه و خودش رو در خطر ببینه با عبادت بندگی یکتای الله متعال خود به خود این کار رو انجام میده آیا فکر کردید که آیا فکر کردید که بعد از سی و خورده اندی سال چرا مانع میشن که در ایران بزرگ یه مسجد اهل سنت تو تهران داشته باشن آیا این همون عمل کردی نیست که در چهارده قرن قبل ابو جهل میخواست مانع عبادت بنده ای بشه که میخواست پرچم بندگی رو بندگی خالص رو برای الله متعال بلند بکنه ولی نتونست اگر چه مانع شدن ولی باز هم نمازخونه ها هیچگاه نتونستن رو بگیرن و اگر مانع بشن که در مردم در ملای عام عبادت و بندگی یک تای الله رو اعلان بکنن در خانه ها نخواهند تونست این کار بکنن در هر شهری دهان نمازخونه باز شد آیا اینها همه اینها لکه ننگی بر چهره کسانی که ادعای دین میکنن ادعای اسلام ناب محمدی میکنن و جهان اسلام رو میخوان رهبری بکنن که متاسفانه غیر از اختشاش چیز دیگه رو نداشتن آیا غیر از این پیام دیگه رو داره متاسفانه این خصلت و عمل کرده و این رفتار تغیانگر اختصاص به برهی معینی از زمان نداره در هر زمانی میتونه اتفاق بیفته اگر فردی که سلطه و حاکمیت به دستش اومده از خدا نترسه و بخواد خودش منصب خودش رو از راه ناخالص کردن منابع دینی مردم محفوظ نگه داره بخواد از طریق با نام دین و از طریق دین حیثیت و کرامت خودش رو حفظ بکنه دینی که خودش میخواد درست بکنه دینی که میخواد با شکلی که خودش میخواد به مردم القاء بکنه نه دین خالصی که در سوره بیین در ادامه این سوره انشالله بهش خواهیم پرداخت ارائیت انکان علی الهدا آیا دیدی اگر این فرد بر هدایت میبود این تایی که در این زمیر در این فعل وجود داره اره زمیر این زمیر زمیر معین نیست غیر معین است اره ایت الذی کذو بالدین اره ها ال اره این کان علی همه اینها این بهش میگن زمیر غیر معین مثل همون ای که ما در فارسی میگیم به عنوان من نوعی یا شما نوعی یعنی من مظورم من نیست بلکه همه منها من ها هستند و در اینجا تو هم تو نیست بلکه همه افرادی مخاطب هستن همه رو میخواد مخاطب قرار بده ار ایت این علی الهدا این علی اگر بر هدایت می بود این جمله دو وجه داره وجه اول برمیگرده به عبدا اذا صلا بنده ای که نماز میخونه و وجه دومش برمیگرده الذي ار ينهى ارايت الذي ينهى به کسی که منع میکنه اگر برگرده به, به کسی که من میکنه خب این بیانگر این هست که چقدر تفاوت داره دو انسان یک انسان موقعیت داره مقام داره حیثیت داره امکانات داره اگر بر هدایتی بود چقدر نقش می چقدر چراغ های مساجد برافروخته می شود چقدر عدالت برقرار میشد، چقدر مردم افواج فوج داخل دین میودن چقدر مردم در آسایش و آرامش میبودن چقدر انسان ها از آسیب و از بیچارگی و فراکت و از ظلم و ستم و از فقر در امان میبودن ارا ایت انکان علی همین فرد همین فردی که معنی میشه که مسجد بسازیم معنی میشه که مردم عبادت بندگی خالص الله را بکنن سلطه طلبی خودخواهی انحصار طلبی تنگ نظری بر هر رفتارش غالب هست. اگر این به هدایت بود چی میشد اینه بخش است روش فکر کنید بنده ای هست، انسانیت که خداوند بهش امکانات داده بهش مستقنیش کرده امکانات مختلف داده معنای دوم میاد برمیگرده به عبدن اذا صلا یعنی اون بنده بر هدایت باشه ببینید متهم میکنن اهل سنت رو دو که دشمنان نمیدونم اهل بیت هستن ظاهر نمیگن ولی در واقع پشت سر همین هست چون تمام نفرین ها بر این اساس به مردم القا میشه متهم میکنن متهم میکنن که اینها مکتب آل بیت رو نشناختن و بر انحراف هستن ولی خب فرض کنید این فردی که داره نماز میخونه اگر بر هدایت می بود بر هدایت باشه جرم چقدر چی هست یک کم یک مقداری بیایید یه مقداری بیایید احتمال این رو هم بدید که این فرد بخشی از حقیقت رو در اختیار داشته باشه این هم حجت داشته باشه دنها رو نبندید بذارید تا مردم صحبتشون رو بکنن بذارید تا حرفشون رو بگن آیا تمام این مردمی که میخوان فقط پنج وقت نمازشون بگن الله اکبر و بگن لا اله الله هیچ فعالیت سیاسی هم در کار نیست نه لعنی هست نه تعنی هست در همه نمازها شاید باشه مرگ بر نمیدونم فلان در دعاها هم مرگ باشه لعن باشه اهل سنت نه در دعاشون لعن دارن که لعن رو جزو نفرین کردن رو جزو عادات قبیهی میدونن که شرعا جایز نیست و نه به کسی تن میکنن و نه هم نمازشون درش خواسته ها و بگیم افکار سیاسی خط سیر معینی در تاریخ هست که مثلا بگن اشهد ان ابو بکر صدیق خلیفه رسول الله مثلا این چیزی در 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 هیچ عبادتشون جا نداره الان با این وضعیتی که وجود داره با این هست وقتی که هست من میکنید مانع میشید چه اتفاقی خواهد افتاد سخت هست این جرم بسیار سنگینی هست شاید نتیجه جرائم به زودی روشن نشه ولی هر جرمی نتایجش بالاخره روشن میشه یه آدم سیگاری شاید به دو روز سرطان نگیره ولی بالاخره نتایجش میاد بیرون یه انسان خلافکار شاید در اولین باری که خلاف میکنه گیر نیفته ولی بالاخره گیر میفته نظام هست این جهان به این صورت آفریده شده هست شما ای تغیانگری که داری تغیان میکنی جلوی عبادت بندگی خاص الله رو داری میگیری شاید یک روز دو روز در روز صد روز یک سال دو سال پنج سال بهتون مهرد داده شد ولی بالاخره هر چیزی عاقبت داره و انتها داره در نظام هستی هر چیزی عجلی داره وقت مقرری داره وقتش که فرار رسید هیچ کسی نمیتونه جلوی این اتفاق رو بگیره بترسید از این عاقبت ارائیت این کان علی خدا و امر به تقوا یا اینکه همین فرد همین فردی که دارید شما منعش میکنید داره نیکی و پرهیزگاری رو امر مع... میکنه مانع مانع خلاف میشه مانع تجاوز به حد میشه مانع فساد اجتماعی میشه واقعیت یکم باقبین باشید به خوبی خواهید دید که انصاف در کجا هست اره ایت این کذبه و تولا آیا ندیدی یا دیدی که این فرد تکذیب بکنه و رو بگردونه علم یعلم به ان الله یرا این زمیر در اینجا اره ایت این کذبه و تولا باز هم دو طرفه هست ولی خب طرف راجش همون فردی هست که داره نحی میکنه این فردی که داره تکذیب میکنه و رو میگردونه علم یعلم به ان الله یرا که الله متعال داره اون رو میبینه الله شاهد هست همون اللهی که خلقش کرده همون اللهی که آغاز آفرینش رو با امر او ایجا صورت گرفته و در ادامه هم به سمت او بر میگرده ربک رب که آیا نمیدونه که الله داره میبینه الله که میبینه خب به طور طبیعی هر آمر و هر حاکمی وقتی که جرائم رو میبینه در مقابل جرائم عد ادالت رو اجرا میکنه الله متعال عادل و علیم هست و حکیم هست و حلیم هست در این حال ولی اگر قانون الهی این هست که کلا لئن لم لنصف لنصفم بالناصیه اگر دست بر نداره از این عمل کرد اگر این جرم رو ادامه بده لنصفم بالناصیه سفع این تنوینی که اینجا وجود داره در واقع نون توکیدی هست نون تنوینی که در نصف عن هست این نون مؤکد هست که ما حتما با قوت میگیریم اون رو از پیشانیش همون متکبر مغروری که سر بلند خودش رو میدونه اون رو خار و ذلیلش میکنیم یعنی نظامی هست ناصیت کاذبت خاطئه پیشانی دروغگوی خطاکار در اینجا دو مطلب وجود داره مطلب اول تعبیر دقیق قرآنی از نظر علمی هست که نسبت میده به ناسیه ناسی پیشانی دروغ رو و خطا رو که این بخش بس بحث علمی دقیقی هست که در آناتومی مغز انسان این موضوع در قرن بیست و یکم ثابت شده هست که بخش فعالی که در ارتباط با دروغ گفتن از در مغز میشه اون رو اختصاص داد به این عمل کرد در بخش پیشانی قرار داره در فرونتالی که عنوان ناسیه یا یا جلوی مغز تلقی میشه مخ تلقی میشه و اضافه بر اون ویژگی های شخصیتی وارد انسان هم در این قسمت جا گرفته هست که خطا و جرائم انسان هم از اون نکته سرچشمه میگیره این یک نکته است نکته دوم البته این نکته اجازی هست که الله متعال در تعبیرات قرآنی خودش گذاشته تا اینکه در به مرور زمان و تدریج این ویژگی ها و این نکته ها ظاهر بشه و برای مخاطبین قرآن در هر نسلی و در هر زمانی دلائل و آیات روشنی ظاهر بشه که این کلام کلام الهی هست و این وحی وحی بر نبی از جانب پروردگار متعال هست این نه هست که پیامبر نعوذ بالله دیده باشند و نه گفتاری هست نوشتاری هست که به عنوان یک نص ادبی یا به عنوان یک متن دینی ثبت شده بلکه این کلام الهی هست کلام وحی هست که در ساختار زبانی خودش هم معجزه میکنه و هیچ کلامی نمیتونه این تماسک و این هماهنگی رو با خودش داشته باشه و در حمل معانی هم نمیتونه هیچ کلامی حیات مستمر تا قیامت داشته باشه که به هر اندازه رشد علمی انسان بیشتر بشه به اون اندازه تعبیرش مطابق با رشد فکری و توان علمی تجربی بشر بشه این بیش عنوان از عهده بشر نمیتونه بر بیاد این اجازی به شمار میاد که دائم و ثابت قرآن کریم به عنوان کلام الهی و به عنوان معجزه پروردگار و متعال برای هدایت بشر خواهد بود در اون نهایتی که الله متعال مقرر کرده هر انسانی مؤاخذه بشه با حساب و کتاب بیاد و پیامبران میان کشتار بدن این نتیجه رو با این عاقبت رو و بگن که شما مسیری که اومدید رو فراموش نکنید و مسیری که میرید رو هم بیاد داشته باشید خودتون رو گم نکنید فلید و در اینجا بخواد کسانی که دوربرش هستند کسانی که به عنوان خدم و حشم براش شناخته میشن نادی در واقع اهل مجلسی هستند که براش بهبه و چهچه میگن و کف میزنن براش شعار میدن براش حمایتش میکنن ترغیبش میکنن تشویقش میکنن تعظیمش میکنن مدحش میکنن ستایشش میکنن بزرگی یادش میکنن میگه اون موقع بخواد اینا رو تمام این نیروهای مختلف و این بلنگوهای تبلیغاتی و زبانهای مختلفی که دارن دفاع از اون میکنن رو بخواد سند و زبانیه ما اونجا خواهیم خواست نگهبانان آتش جهنم رو که اون رو به سزای اعمالش برزنن کلا اینطور نیست دنیا اینجوری نیمونه عمل کرد اینها رها شده نیست جرم و تقیانگری دوام نداره هر چیزی عاقبت داره لا تو تحو. از اینها پیروی نکن زمیر زمیر مفرد هست خطاب خطاب پیامبر هست و اوائل به سطر رو در بر داره ولی خطاب عام این قرآن دائم و پایدار هر انسانی رو مخاطب قرار میده به میگه کلا لا تو جلو تو میگیرن تسلیم نشو مانع میشن سر تو پایین ننداز نمیذارن مسجد بسازی دست از نماز خوندن بر ندار نماز خونتو بساز زندان میکنند ز... می اعدام میکنند از توحید و از یک تا دست بر ندار همه رفتن و تو هم خواهی رفت و اونها هم خواهند رفت و فیصله خواهد شد عمر از همه عمر همه هر کسی عمری داره هر کسی نهایت داره سعادت و خوشبختی شامل اون کسی هست که عمرش با خاتمه نیک و با خیر سپری میشه با فکر و اندیشه پاک و با عدالت و انصاف سپری میشه یاد نیکو از خودش بذاره و اثر نیک رو به همراه خودش داشته باشه کلا لا تطعه این موانع وجود داره اطاعت نکنید این موانع وجود داره تسلیم نشید این موانع وجود داره دست از یکتا پرستی دست از فعالیت توحیدی بر ندارید و از جد وقت برای ادامه مسیر و ثبات و ثابت قدم موندن بر عبادت و اطاعت الله متعال بر فعالیت دینی انسان باید خودش رو پیوند بده به قوت و حول الهی و اون با سجده ای هست که اقرب ما یکون العبد الى ربه و هو ساجد وسجد سجده بکن و قرب رو به دست بیار و اقترب قرب الهی واسطه نداره قرب الهی نیاز به تقرب الله متعال نیاز به ز... زریح و نیاز به قبری نیست نیاز به مسی بر خاک و بر مزاری نیست قرب الهی با سجده در قبال پروردگار متعال و عبادت و نماز و عمل نیک محقق میشه و اقترب اقرب ما یکون عبد الى ربه و, و هو ساجد بهترین موقعیتی که بنده با, با, با الله متعال قرار داره اون در حال سجده هست فاکثروا فیها السجود قول پیامبر صلی است که در اش در سجده بیشتر دعا کنید وقت اجابت موقعیت اجابت دعا هست البته آیه, آیه سجده است یکی از مواردی که سجده واجب هست این آیه آخر سوره علق هست که انشاءالله هر کدوم از شما عزیزانی که برنامه رو ببینید بعد از خاتمه برنامه حتما این سجده رو انجام بدید و با سجده کردن و با نماز بیشتر خوندن قرب به الله حاصل کنید البته سجده در ذات خودش در زمین عبادت کلی میاد که اراده کل به ذکر اهم هست جز اهم سجده است که منظور در واقع در کلیتش نماز هست که با کسرت نماز و نوافل انسان میتونه قرب به الله رو و به همین صورت مقام برتر رو در درگاه الهی به دست بیاره همه شما را ایزان رو به الله متعال میسپارم برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این هذا <applause> يهدي للتي هي ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا